اصول استفاده از لورج یا اهرم توی بازارهای مالی. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مهین صادقیانم و توی این ویدیو میخوام راجع به اهرم باهاتون صحبت بکنم. کسایی که با بازارهای مالی آشنان میدونن که اهرم قدرتشون رو چند برابر میکنه. مثلا شما اگر 100 دلار دارایی داشته باشید و از اهرم 10 استفاده بکنید، میتونید تا 1000 دلار وارد یک معامله بشید و اینجوری سودتون رو هم 10 برابر کنید. متناسبش احتمال ضررتون هم 10 برابر میشه. اهرم میتونه یک ضریبه، در واقع اهرم مثلا ضریبه 1, 2, 10, 100 هر عددی میتونه باشه و طرافی ها یا کارگزاری مختلف امکانات مختلفی رو برای اهرم ها در اختیارتون قرار میدن. اما چطوری میتونید از اهرم استفاده بکنید و کجا باید استفاده کنید، کجا نباید استفاده کنید؟ پیش از اینکه اینو به صورت فرمول و خیلی ساده بخوام بهتون بگم، لازم میدونم که یه تاکید بکنم که حتما ویدیوی ما رو در مورد سود و احتمال ببینید. یه جورای مقدمه این ویدیو و خیلی مهمه که اون رو حتما دیده باشید. خیلی خوب، میدونیم که ما یه جایی ممکنه کال مارجین بشیم یا لیکوید بشیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما یک دارایی داریم 100 دلار فرض بکنیم، برای ساده تر باشه 100 دلار داریم و اگر از اهرم 10 استفاده بکنیم و 10% ضرر بکنیم، کل 100 دلارمون رو از دست میدیم و بهش اصطلاحا میگن کال مارجین توی فارکس، یا توی رمزارزش میگن لیکوید. و خیلی هم فرقی نمیکنه، در اصل مبنا اینه که دچار ورشکستگی میشیم. توی چنین حالتی ما برای اینکه دچار چنین مشکلی نشیم، باید اهرممون رو متناسب انتخاب بکنیم. اگه نخواهیم اهرممون رو بر اساس معاملات انتخاب بکنیم و صرفا بخواهیم بر اساس سرمایه‌مون انتخاب بکنیم، باید دقت داشته باشیم که ما توی بازار مالی، توی کارگزاری، توی در واقع صرافی، هر جایی که میخواهیم وارد معامله بشیم، دو تا حساب باید داشته باشیم یا در نظر بگیریم. مثلا فرض بکنید شما 10000 دلار پول دارید و میگید که من از این 10000 دلارم 1000 روش رو داخل صرافی میبرم توی حساب فیوچرزم و اونجا میخوام باش معامله انجام بدم. یا شما 10000 دلار پول دارید به طور کلی که برای معاملات گذاشتید کنار، 1000 دلارشو توی حساب کارگزاری ها میذارید و با اون وارد معامله میشید. پس یه سرمایه کل داریم، یه سرمایه که میخواد قدرت معاملاتی ماست، میخوایم وارد معاملات بکنیم این سرمایه رو. این دوتا رو پس از هم تفکیک میکنیم. نسبتش هم کاملا به خودتون بستگی داره، ولی توصیه من اینه که حتما حداقل نسبت 50-50 رو رعایت بکنیم. یعنی سرمایه کلمون و سرمایه که وارد معامله میخوایم بکنیم و امکانش رو که وارد معامله بکنیم برابر باشه، یا اینکه سرمایه کله از اون یکی بیشتر باشه. حالا میخوایم اینو حساب بکنیم. ما میایم اهرمی رو که داریم استفاده میکنیم ضرب در اون سرمایه‌ای که میخوایم وارد معامله بکنیم میکنیم. مثلا اهرممون 2 و سرمایه‌مون ضرب در 2 میشه. برای مثال 10000 دلار و 1000 دلار، ما 10000 دلار سرمایه کلمون، 1000 دلار رو گذاشته بودیم برای استفاده در بازار. ما نهایتاً میتونیم از اهرم 10 استفاده بکنیم توی چنین مثالی. یعنی اهرم ما ضرب در سرمایه‌ای که داره وارد معامله میشه باید کوچکتر مساوی سرمایه کل باشه. و این مسئله خیلی مهمه. من بعضی دیدم از اهرم 100 استفاده میکنن، نمیدونم واقعا از چه قدرتی اینا، قدرت ماورایی برای ریسک کردن در واقع برخوردارن، یا اینکه شاید هم سرمایه کلشون خیلی بالاست. و اگرم بخوام برای هر معامله جداگونه در نظر بگیریم، اینجا باز یه مقدار فرمول فرق میکنه. فرمولمون اینجوریه که اون عدد اهرم، ضریب اهرم رو ضرب در سرمایه معاملمون میکنیم، سرمایه که میخوایم وارد معامله بکنیم، ضرب در درصد حد ضررمون. بذارید مثال بزنم راحت بشه. مثلا 100 دلار میخوایم وارد معامله بکنیم، اهرممون 10، 100 دلارمون میشه 1000 دلار. داخل ضررمون، حد ضررمون هم مثلا فرض بکنیم روی 2% گذاشتیم، باز خودش با اهرم 10 میشه 20%. اینها رو همه رو با هم ضرب میکنیم. این باید کوچکتر مساوی با سرمایه کلمون باشه، سرمایه کلی که در واقع میخوایم وارد معامله بکنیم، یا سرمایه کلمون یا سرمایه کلی که میتونیم وارد معاملات بکنیم. پس این یه باز آپشناله دیگه، این قسمت که کوچکتر مساوی با چی باشه آپشناله، ولی به صورت کلی من سرمایه معامله رو در نظر میگیرم. یه بار دیگه مفهوم ساده بکنیم، من 10000 دلار پول داشتم، 1000 دلار گذاشتم برای معاملات برای مثال،
و 100 دلارشو میخوام داخل این معامله به خصوص وارد بکنم، احتمال ضرر من 2%، اهرم من 10%. 2% رو ضرب در 10 میکنم میشه 20 و 100 دلارم هم ضرب در 10 میکنم میشه 1000. این 1000 و 1000 رو ضرب در 20% میکنم و این عددی که به دست میاد باید کوچیک‌تر مساوی باشه با اون سرمایه‌ای که من میخوام وارد معامله بکنم. عددی که به دست میاد 200، پس من وارد این معامله میشم. ولی اینکه خودم چقدر توانمندم که توی اون معامله سود بکنم یا وین ریت هم نرخ پیروزی من چقدره، چیزی توی ویدیوی دیگه براتون توضیح دادم، حتما اون ویدیو رو ببینید. اگر بازم ابهامی داشتید حتما بگید توی دیدگاه ها که اگه لازم شد اینا رو با چند تا مثال مفاهیمش رو ساده تر بهتون بگید. دوستتون دارم، امیدوارم که همیشه پرسود و پربرکت باشید و همه در کنار هم پیروز باشید. خدا نگهدار.